دوستان گرامی، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و میخوام در فاصله 2 هفته به انتخابات مونده برای شما در مورد این کالج الکترال و پیشبینی ها صحبت کنم. دلیل این که میخوام به این اشاره کنم، در آمریکا بسیاری از دوستان میدانن که کالج الکترال برای این هستش که رئیس جمهور رو تعیین کنه، ولی خود این شیوه جمع و تفریق کردن و در نهایت به اون رسیدن رو ممکنه ندونن. در آمریکا 538 کالج الکترال داریم که ترکیبی است از 100 سناتور که 50 سناتور 50 ایالت و 2 سناتور از هر ایالت رو حساب کنیم میشه 100 سناتور و 435 نماینده مجلس هست در کل آمریکا و 3 الکترال کالج هم برای دیستریکت آف کولومبیا یا همون واشنگتن دی سی در نظر گرفته شد. خب به اینجا میشه 538. کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید نیم به اضافه 1 رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی 538 رو تقسیم بر 2 که میکنیم 269 میشه، به اضافه 1 میشه 270. کسی که 270 کالج الکترال رو بیاره برنده انتخابات آمریکاست. خب پرسش بر اینه، خب چرا رأی عمومی رو ملاک قرار نمیدن؟ بسیار در این زمینه بحث شده، درگیری بین دو تا حزب سبب شده که نپذیرند، برای اینکه به هر روی یکی از دو حزب از اینکه رأی عمومی رو نپذیرند از این قضیه سود میبره و اونم ایالتی است که ممکنه دارای رأی‌های متفاوت هست. در تقسیم بندی خانه نمایندگان چه کسی بیشترین خانه نمایندگان رو از آن خودش داره به عنوان ایالت، نه تعداد نماینده. خب حالا به این ترتیب باید یک نفر 270 رأی رو بیاره تا برنده بشه. در روز انتخابات 48 ایالت به اضافه واشنگتن دی سی هر کس که رأی عمومی اون ایالت رو، یعنی بیشترین رأی عمومی اون ایالت رو بیاره، تمام کالج الکترال رو به خودش میگیره. دو ایالت هستن که این رو به صورت نسبی تقسیم میکنن، یکی نبراسکا هست و یکی ایالت مین هستش که اونها هم عدد بسیار بزرگی رو ندارن، ولی به صورت نسبی بین دو تا حزب، بین نامزد دو تا حزب بر اساس آمارشون تقسیم میکنن. خب اون کالج های الکترال، اون افرادی که هستن، اینها پس از اینکه این رأی ها تثبیت شد، قبول شد که ایالتی رو چه کسی برده، باید در یک گرد همایی که دارن اون رو امضا کنن، تایید کنن و در اختیار کنگره آمریکا قرار بدن. در آمریکا شاید به راحتی گفت که بیشتر زمانهایی که انتخابات بوده کسی که رأی عمومی رو داره، یعنی پاپولار ووت رو داره، رأی کالج الکترال رو هم به خودش اختصاص داده. فقط در سال 1824، 1876، 1888، سال 2000 و همین 2016 هست که رئیس جمهور کسی شد، یعنی رأی کالج الکترال رو به دست آورد ولی رأی عمومی رو نداشت. و همه به یاد دارن که همین انتخابات گذشته آقای ترامپ از خانم هیلری کلینتون نزدیک به 5 میلیون رأی عمومی رو کمتر داشته ولی رأی الکترال رو داشته. حالا چگونه میشه که این آمارگیری‌ها که هر روز میگن آقای بایدن 11 امتیاز جلو هست، آقای ترامپ اینقدر امتیاز عقب هست، یه دفعه میتونه تأثیری در انتخابات این عددها به اون شکل نداشته باشه؟ به یاد بیاریم خانم هیلری کلینتون نزدیک به 16 امتیاز از آقای ترامپ جلوتر بود، ولی با باختن فقط 2 ایالت، به ویژه یک ایالت میشیگان که 14700 رأی در اون ایالت از دست داده بود، آقای ترامپ تونست برنده بشه. چرا؟ برای اینکه اون ایالتی که با همیشه مال دموکرات ها بود، حالا با این فاصله بسیار کم که تقریبا برای هر حوزه رأی گیری 2 تا محسوب میشد، خانم کلینتون باختن. یک ماجرا هم هست که بسیار ماجرای عجیبیه و اون هست اگر هر کدوم 269 بیارن و مساوی هستن چه کسی تصمیم خواهد گرفت؟
من بهتون میگم دو بار در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده، 1800 و 1824 این اتفاق افتاده و اونجاست که مجلس تصمیم میگیره. به این ترتیب مجلس دست هر کسی باشه اون رأی رو باید امضا کنه، ولی مفهومش تصمیم خود مجلس نیست. اکنون با اینکه مجلس در اختیار دموکرات هاست، اگر در انتخابات هر دو بشن 269، مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس شمار ایالتی ترتیب میگیره، یعنی چه ایالت هایی در دست کدوم حزب هست. مهم نیست که چه تعداد نماینده، برای هر ایالت یک رأی قائل میشن. به این ترتیب با اینکه دموکرات ها شمارشون بالاتر هست در خانه نمایندگان و اکثریت رو دارن، اگر 269 و 269 بشه، خانم نانسی پلوسی باید امضا کنه که رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه خواهد بود. به این ترتیب این فرمول رأی های کالج الکترال بسیار متفاوت عمل میکنه. و اینکه هر کسی فکر میکنه خب این رأی کالج الکترال الان که میگوین آقای بایدن جلوتره پس برنده میشه، اینها در تحویل زمانی اونطور نیست. اجازه بدین که من از اینجا عبور بکنم، برم روی نقشه و روی نقشه نشون بدم که گمان زنی ها چگونه میتونه تغییر بکنه و چگونه میتونم به عدد 270 دست پیدا بکنم. با ما باشید. خب دوستان گرامی، در مورد مسئله رأیی که نیاز داره از الکترو کالج تا هر نامزدی که به اون دستی آبی پیدا کرد 270 هست. خب حالا ببینیم 270 چگونه است. اگر در تصویر این نقشه ببینید، ایالت هایی که پررنگ هست مثل نیویورک، مثل کالیفرنیا، واشنگتن، اورگان، ایلینوی، اینها ایالت هایی هستن که به دموکرات ها رأی میدن. ایالت هایی که سرخ هست مثل آیداهو، نمیدونم، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، وایومینگ، اوکلاهاما، آرکانساس، تنسی، اینها به جمهوری خواهان رأی میدن. در این میان شما رنگای دیگه هم میبینید. آبی یک کمی کم رنگتر میبینید که اینها به دموکرات ها رأی میدن، ولی میزان نزدیک بودنشون به دموکرات ها مثل میزانی که کالیفرنیا هست نیست. ایالت هایی هستن که آبی کمرنگ هستن یا صورتی کمرنگ شدن، اینها ایالت هایی هستن که متمایلن به اون حزب، ولی میشه این میزان برتری نامزد اون حزب یعنی آقای بایدن یا آقای ترامپ در اون حزب زیر 5% و 6% هست. وقتی که یه حزبی در یه ایالتی فاصلهش به زیر اندازه معمول میرسه، 5 یا 6% میرسه، یعنی اینکه میتواند حزب دیگه اون حزب رو، ایالت رو برای خودش جذب بکنه. همین اتفاقی که در 2016 برای میشیگان افتاد. میشیگان در 2016 همین اتفاق براش افتاد. از ایالت‌هایی بود که آبی پررنگ‌تر بود، روی اون جمهوری خواهان کار کردن، هدف قرار دادن. دموکرات‌ها به عنوان اینکه اینو برنده هستیم کار نکردن و همین سبب شد که اونجا را از دست بدن. این ایالت ها بسیار حساس هستن، از اونها حساس تر ایالت هایی هستن که بهشون میگن نوسانی، فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی، اوهایو، آیووا، مین در حال حاضر تا اندازه. اینها میتوانند هر بار رأیشون تغییر پیدا کنه به فرد دیگری یا حزب دیگری نزدیک شن. تمام گامی که دوتا نامزد برمیدارن این است که یک، ایالت‌های نوسانی رو از آن خودشون بکنن، دو، ایالتی که برای اون کاندیدای حزب دیگر کم رنگ هست به خودشون اختصاص بدن و اون رو برنده بشن. اجازه بدید که من از تصویر برم بیرون، این رو برای شما بزرگتر فقط نقشه رو نشون بدم. خب ببینین، اگر میام اینا رو تغییر بدیم بر اساس این 270 که هست،
اداره های آمارگیری و نظرسنجی اومدن میگن که همکنون اگر در آمریکا انتخابات برگزار بشه، آقای بایدن میتونه به 290 برسه. فرض رو بگذاریم که اونها درست میگن، ولی چرا این میتونه به راحتی مانند دوره خانم کلینتون تغییر بکنه؟ این رو من میخوام نشون بدم. فلوریدا رو که الان در تصویر میبینید و دست من روی اون هست، الان نشون دادن که به هر دوتون میتونه بره. من تبدیلش میکنم به صورتی. وقتی صورتی میشه عدد آقای ترامپ میره بالا، حالا چه قرمز بشه چه صورتی بشه اون فرقی نمیکنه، در اون عدد کل یکی خواهد بود. میام جورجیا رو هم میدم به ایشون، کارولینای شمالی رو هم میدم به آقای ترامپ، آیووا رو هم میدم به آقای ترامپ، اوهایو رو هم میدم به آقای ترامپ و ایالت مین رو هم میدم به آقای ترامپ. حالا ببینید که در این فاصله اختلافی که هست اینه، چرا وقتی مین رو دادم به مین رو هنوز ندادم به آقای ترامپ، مین رو الان دادم به آقای ترامپ، آقای بایدن میان از 290شون پایین چون سه تا ازشون کم میشه، آقای ترامپ میرن به 250. حالاست که این ایالت هایی که آبی کم رنگه برای جمهوری خواهان اهمیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر آریزونا رو آقای ترامپ بتونن تغییرش بدن، خب میتونن بیان بالاتر. اگر نوادا رو هم بخوان تغییرش بدن میان دوباره بالاتر قرار میگیرن. باز یه ایالت دیگه هست که میتونن بهش اینجا کار کنن روش. کجا هست؟ پنسیلوانیا هست، ایالتی که نشون داده که میشه تغییرش داد. حالا پنسیلوانیا رو میاییم و تغییرش میدیم به صورتی. یه دفعه آقای بایدن میاد میشه 250 و آقای ترامپ میشه 288. حالا اگر پنسیلوانیا رو نتونست تغییر بده، یعنی در همون آبی باقی بمونه، آقای بایدن با 270 و آقای ترامپ با 268 بازم بایدن میبره. اگر میشیگان بخواد پنسیلوانیا رو تغییر نده، باید دو ایالت رو بتونه تغییر بده. چی؟ میشیگان هست، اگر میشیگان رو بیاد تغییرش بده و ویسکانسن رو تغییرش بده، دوباره ماجرا به پیروزی آقای ترامپ منجر میشه. حتی اگر ویسکانسن رو تغییر هم نتونه بده، در همین حالت نگه داره، چون میشیگان تونسته بیاد بالا، آقای ترامپ میاد به 284 میرسه. آقای بایدن چون ازش کم شده، میشیگان 16 تا ازش کم شده، میاد پایین تر قرار میگیره. این است که فرمول انتخابات دیگه اون فرمولی نیست که آقای بایدن چون 12% جلوان پس برنده هن. ایالت هایی رو که 5% و 4%، 5%، 4% هستن بهشون گرش میبرن و اون رو پیروزه. حالا من میام نورت کارولاینا رو که نوسانی هست دوباره میدمش به این بار به آقای بایدن، میاد میشه 269 و آقای ترامپ میشه 269. اگر در انتخابات آمریکا 269 و 269 بشن، مجلس باید تصمیم گیره. با اینکه مجلس برای دموکرات هاست و قدرت دست دموکرات هاست، ولی هر ایالتی گذشته از اینکه کالیفرنیا 55 تا داره، اورگان 7 تا داره، واشنگتن 12 داره، فرقی نمیکنه با آیداهو که 4 تا داشته باشه و یا با داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی که هر کدوم 3 تا دارن. هر ایالتی صاحب یه دونه رأی میشه. 50 ایالت داریم، میشه 50 تا رأی. در این 50 ایالت تعداد جمهوری خواهان با اینکه رأی الکترالشون کمتر هست، ولی از نظر شمردن 1, 2, 3, 4، چون هر ایالت فقط یک نماینده داره، به این ترتیب بالاتر هست. در اون رأی گیری که خانم پلوسی ناگزیر میشه در مجلس انجام بده، رئیس جمهور از سوی جمهوری خواهان تبدیل میشه به کی؟ با اینکه 269 به 269 هستند،
به دست آقای ترامپ خواهد افتاد، پیروزی انتخابات. پس به این ترتیب هر رأی اهمیت داره. در انتخابات پیشین دیدیم که چگونه میشیگان که آبی بود با یک حرکت کوچک رفت و تبدیل شد به از دموکرات ها رسید به جمهوری خواهان و جمهوری خواهان اون رو برنده شدن. اهمیت میشیگان در همین جا پیدا میشه. اهمیت ایالت های امروز آقای ترامپ در آریزونا هستن مشخص میشه. اهمیت فلوریدا بسیار زیاد میشه برای اینکه لاتین تبارهای کوبایی خب اونجا بیشتر به جمهوری خواهان نزدیکن، ضمن اینکه یهودیان کهنسال در اینجا به دموکرات ها نزدیکن. هر کس تلاش میکنه اون رو برای خودش ببره. من با توجه به اینکه اینها رو شرح دادم، اجازه بدین در یک بخش کوتاه دیگر شاید برای شما شرایط سنا رو هم شرح بدم. چرا وقتی در آریزونا آقای ترامپ کوشش میکنه فقط برای نیست که رأی آریزونا رو از دموکرات ها بگیره برای خودش، برای اینکه ایالت آریزونا در زمینه انتخابات برای سنا یکی از ایالت های پراهمیته. خب سپاسگزارم که تا اینجا برنامه رو دیدین. اجازه بدین که در فرصتی دیگر هم بخش سناتورها رو برای شما نشون بدم.